تصاویر تلویزیون کره شمالی. معلوم نیست که چرا رژه دیروز به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس حزب کارگران در پیونگیانگ شب هنگام برگزار شد. آنچه که روشن است این است که از هیچ مهمان خارجی برای تماشای این رژه دعوت نشد، خبرنگاران رسانه‌های خارجی حضور نداشتند و به سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی هشدار داده شده بود به اینجا میدان کیم ایل سونگ نزدیک نشوند و عکس هم نگیرند. در آن طرف مرز در سئول، پایتخت کره جنوبی، مردم با نگرانی به این رژه تماشا کردند. رژه‌ای که کره جنوبی آن را افزایش تهدید از سوی کره شمالی تلقی کرد. کره جنوبی حالا از همسایه شمالیش خواسته که کاری نکند، که جنگ در بگیرد. به نظر من رژه تو این شرایط همه‌گیری کرونا که همه یه جا جمع میشن فقط برای خودنماییه، یه کار افراطی، فقط برای نشون دادن قدرت نظامیش به دنیا. در میان جمعیت اثری از ماسک نیست. کره شمالی ادعا میکند که هیچ کس در این کشور به کووید 19 مبتلا نشده، اگرچه این کشور همچنان مرزهایش را از ماه ژانویه به این طرف به روی جهان خارج بسته است. وسعت انواع ادوات نظامی جدید از تانک‌های جدید گرفته تا موشک‌های بالستیک جدید در این رژه چشمگیر بود. به خصوص این موشک که هیچکس هنوز نام آن را نمی‌داند. یک موشک غول‌پیکر بالستیک قاره‌پیما که گفته می‌شود ممکن است دارای چند کلاهک باشد. موشکی که بر روی تریلی با 22 چرخ هم می‌شود و قطرش تا حدود 3 متر تخمین زده شده. خطری جدی برای آمریکا، به خصوص در آستانه انتخابات که رئیس جمهورش ادعا می‌کند تهدید از جانب کره شمالی را برطرف کرده است. کره شمالی از هیچ خرجی برای برگزاری این رژه دریغ نکرد. اینجا سربازان با تفنگ‌های جدید. همه اینها در شرایطی که کشور در بحران اقتصادی بزرگی است، از جمله به علت تحریم‌های آمریکا. کیم جونگ اون در سخنانش کسی را تهدید نکرد و گفت امیدوار است روزی کره شمالی و کره جنوبی دست در دست هم بیاندازند. او گفت توان نظامی کشور برای دفاع از کشور است. او اینجا از مشکلاتی که برای وضع اقتصادی مردم پیش آمده عذرخواهی کرد و از آنها و نیروهای نظامی تشکر کرد، به خصوص برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نجات سیل زدگان اخیر. سخنانی که چند قطره اشک هم به چشمانش آورد و به چشمان طرفداران سرسختش که او برایشان آرزوی سلامت کرد با شعار زنده باد مردم در آخر سخنانش. کسرو نجی، بی بی سی.